پیدا کردن گنج دست پادشاه همراه با نماد و نشانه های. با سلام و درود خدمت کاوشگران عزیز و گرامی، بازم با یک کلیپ دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. خب دوستان، همونطور که مشاهده میکنید اینجا یک منطقه باستانی هست که یک نماد دست رو ما اینجا داریم که معروف به نماد دست پادشاه هست دوستان. خب این دست پادشاه که در کل جنبندی رو انجام بدم اینه که دست، نماد دست اینه که اگر از دست انسان کوچکتر باشه اون نماد، دفینه اون جزئی هست، و اگر از دست انسان بزرگتر باشه نماد یک پادشاهی و یک حکومت رو داره دوستان. و مثل این نمادی که الان شما مشاهده میکنید اینجا یک نماد دست پادشاه رو داریم که سنگ نامی هست و یک نشیمنگاه داره در این قسمت، نماد سنگ صندلی، و قسمت های جلو رو شما مشاهده بکنید. این شکل و شمایلی که شما میبینید دوستان کاملا نماد رو تشکیل داده به یک دست که معروف به دست پادشاه هست. خب دوستان، در عصر باستان دست پادشاه به معنای اینه که یک منطقه حکومتی و بزرگی رو در بر داره که دقیقا اگر متوجه شده باشید اینجا کاملا فاکتورها رو داره که مسیر و راه رو ما رو به سمت دفینه عظیم میبره دوستان. ببینید این مناطق باستانی که شما مشاهده میکنید دوستان، حتما فاکتورها رو در نظر بگیرید، چون اگر به همچین مناطقی شما رسیدید برای کنجکاوی هم شده باشه شما جاهایی رو بازبینی بکنید. حالا منظورم، مبحثم اینه که در گنجیابی انسان کنجکاو هست و دوست داره کاوش بکنه، و همچین منطقه هایی رو ما زیاد دیدیم دوستان. ببینید، راه مال رو در این قسمت شروع میشه که سمت و جهت رو کاملا به ما میده دوستان. این مبحثی که من گفتم به خاطر این بوده که این مناطق ها شاید به خاطر شرایط جوی آب و هوایی این قسمت ها مثلا شاید از بین رفته باشه، به خاطر این گفتم اگر منطقه های همچین شکلی رو شما دیدید بدونید که اینها مناطق باستانی و مکانی با ارزش و اینکه دفینه بسیار عظیمی رو در خودش جای داده دوستان. ببینید این مناطق بیشتر در، البته من این منطقه رو اسم نمیبرم چون کلیپی از دوستان بوده که برای ما ارسال کرده، و قسمت ها رو من دونه دونه فاکتور ها رو بهتون میگم که چه فاکتور هایی رو داره این قسمت و مناطق دوستان. ببینید، راه مال رو کاملا دید و جهتش مشخصه. راه هایی که در باستان برای دفینه خودشون قرار میدادن دوستان، انقدر این جاده رو میرفتن و اون مسیر رو که قرار بوده قرار بدن به جای میمونه دوستان. خب و اگر مرور زمان هم بر اینها چیره بشه کاملا مشخص میشه و این راه های مالو و جاده هایی که در خود دفینه هستن از بین نمیرن دوستان. و اینی که من میگم در مورد دفینه یابی، فاکتور اصلی اینه که این منطقه‌ای که گنج داشته باشه و دفینه‌ای داشته باشه حتما باید فاکتورها از بین نرفته باشه دوستان. این واقعا دفینه رو به شما میده. خب دوستان، در این قسمت که در امتداد همین جاده مال رو وجود دو قلعه دختر و پسر در اینجا قرار گرفته که اینها مبحث اصلی این دست پادشاه رو تکمیل میکنه دوستان. ببینید، در این قسمت محوطه حکومتی بوده، خاندان و زیر دست هایی که در اینجا تدفین شدن دوستان. ببینید، در اصل ریشه یابی این دست اینه که دوستان باستان شناسی رو زیاد مطالعه کرده باشید و نکاتی رو شما همیشه یاد بگیرید که
در همچین جاهایی به دردتون بخوره. و مبحث اصلی اینه که این دفینه ها و این نوع گنج ها دوستان خیلی کمیاب هستند و ببینید کلن نقطه به نقطه نماد رخ، وجود قلعه، وجود راه مال رو، فاکتورها رو کاملا بغل هم چیدن و اینه که یک منطقه باستانی رو تشکیل میده دوستان. اگه دفینه اصلی باشه باید اینها از بین نره، چون در علم باستان جوری کار میکردن که سالیان سالیا قرنهای قرن باقی بمونه. حتی جوری دفینه گذاری میکردن که تا زمانی که خورشید در آسمان باشه این دفینه ها هم موجود باشه. ببینید فکر و نخبه های اون زمان در عصر باستان اینجوری طراحی میکردن دفینه های خودشون رو دوستان. خب اینجا شما مشاهده میکنید یک نماد پلمپ رو داریم در این قسمت و سنگچین هایی که در بغل پلمپ هست. به این میگم پلمپ دوستان. خیلی از دوستانی هستن که میان و یک جاهایی رو مشخص میکنن که اصلا به هیچ شکلی به پلمپ هم نیست دوستان. درسته یک پلمپ نمایی هست ولی اصلا پلمپی در کار نیست. ببینید قسمت صد یک سرباز خامنشی هست که در بغل پلمپ قرار گرفته، که البته این سرباز خامنشی دوستان یک وزیری یا یک خیلی فرد مهمی بوده دربار که در خدمت پادشاه بوده و این نماد ماری که شما مشاهده کردید این نماد مار خیلی با ارزش بوده در دوران خامنشیان. و پلمپی که شما مشاهده میکنید شیوه و تدفینش اینجوری دوستان. در گوردخمه هایی که شما مشاهده میکنید پلمپی به این حالت و به این شکل و شمایل قرار داره دوستان. ببینید این سوراخی که شما اینجا میبینید اینجا یک حالت هواکش مانند هست که برای خود تدفین و حالا اموالی که با تدفین قرار داره میذاشتن. و این قسمت بالا که مشاهده میکنید وجود پلمپ دومی هست که کاملا قسمت های ساروج مشخص. اینجا دو تا پلمپ داریم که دو تا تدفین در اینجا قرار گرفته دوستان. مکانی خیلی با ارزش و کمیاب. واقعا از دوستان خواهش میکنم که همچین جاهایی رو از بین نبرید دوستان. واقعا من یعنی اینقدر ناراحت میشم که جایی رو تخریب میکنن و قسمت هایی رو از بین میبرن دیگه کلن از خود بی خود میشم. این نماد و این جریانات واقعا تاریخ و سند ما رو داره به رخ تمام دنیا میکشه دوستان. حیف واقعا اینها از بین برن. ببینید سنگ هرمی که در این قسمت هم قرار داره، ببینید چند تا فاکتور قرار دادن برای تدفین همین نماد دست پادشاه دوستان. خب ممنون و سپاسگزارم که با من همراه بودی دوستان. حتما ویدیو رو لایک بکنید و سابسکرایب بکنید. زیادتون نره که سابتون نریزه. کامنت انگلیسی هم برام بذارید. ممنون و سپاسگزارم. با تشکر.